بازچاپ شدنش هست. اینا در اختیار ما قرار میگیره. ما اینا در شورای نویسندگان بررسی میکنیم، از بین اونها انتخاب میکنیم به ترتیب اهمیتی که دارن و چاپ میکنیم و به طور رایگان در تیراژ بسیار وسیعی در سراسر دنیا پخش میشه و هر کس که خواهان این مجله هستش میتونه که آدرسش رو به دفتر سازمان بفرسته، ما به طور رایگان براش پست میکنیم. آیا در ایران هم این مجله پخش میشه؟ خوشبختانه بعد از زمان انتشار در ایران دوستانمون به ما کمک کردن و هر بار در یکی از شهرهای ایران بستگی به شرایط امنیتی داره در اونجا پخش میشه و در سراسر ایران به خصوص در شهرهای بزرگ مثل تهران، اصفهان، تبریز به طور وسیع چاپ میشه. عیناً همین مجله که در اینجا هست و باید اینو از متخصصینی که شبکه اینترنتی رو انداختن تشکر بکنم. کار و زحمات ما رو بسیار آسون کردن و ما این شانس رو داریم که مجله‌مون رو در هر کجای دنیا بتونیم چاپ کنیم و با خواننده و هممیهنمون گفتگو داشته باشیم و حرفاشون رو به گوش همدیگه برسونیم. طبعاً از شما تشکر میکنم و میخوام که اگر کاری چیزی هم دارید پیامی دارید. افتخار میکنم یکی از حوادث مهمی که در زندگی من افتاده اینه که تونستم برای مملکتم مفید باشم و این هم در جبهه اتحاد ملی میهن ایران بوده که من با غرور درود میخواستم به رهبر بزرگ ملیمون آقای دکتر محمد مصدق. و یه نکته رو باید من اینجا اشاره کنم که خیلی مهمه. وقتی میگن جبهه ملی یا ملی، اکثریت برایشون مشکل پیش میاد که فکر میکنن که ملیگرایی یعنی جمهوری خواهی یا ضد سلطنت یا دستگاه. آقای دکتر محمد مصدق بارها در سخنرانی‌هاش اعلام کرده که یک حکومت پارلمانی رو میخواد، مهم نیست حالا اون بالا شاسته کی بخواد باشه، مهم قانونه و حکومت پارلمانی، حکومتی که مردم بتونن انتخاب کنن. ما نه جمهوری خواهیم نه سلطنت خواهیم، ما آنچه را که ملت اون میخوان میکنیم، چون برای آینده مملکت اون ببینیم چه مورد نیازه. قوم های مختلفی در ایران زندگی میکنن، این قوم ها چه چیزی میتونیم اینا رو همبسته و هم اتحاد نگه داره تا از مردم بتونیم نگهداری کنیم. من فکر میکنم یک حکومت پارلمانی در هر حکومتی که از مردم بر اومده باشه مفیده و من اینو ساپورت میکنم. تشکر میکنم از شما. خیلی ممنون. پاینده ایران. من از آقای دکتر عباسی تشکر میکنم. آقای ارسطا از پاریس اومدن، از راه دور خسته در این تظاهرات شرکت کردن در حمایت از دانشجویان ایران، در حمایت از عزیزانی ما که در زندان ها هستند. اینجا مطالبی بیان کردن و شعار دادن و ساعتی در اختیار ما بودن. ما میخوایم که از خودشون یه سوالاتی. آقای دکتر عباسی حالت خوبه؟ سپاسگزارم. مرسی. از راه دور اومدید و میدونم خسته هستید، اما در تظاهرات خیلی شاد و خندان بودید و با مهر بسیار سخنان ایراد کردید. من ازتون میخوام که مطالبی دارید برای بچه ها، برای دوستان، برای عزیزانی که در زندان هستن در ایران و دانشجویانی که در ایران مبارزه میکنن، اعضای سازمان که در ایران مبارزه میکنن، در حال پیامی دارید بفرمایید. من درود میفرستم به شما آقای بفری، دوست بسیار نازنینم. من باید که خود شما میدونید چقدر گرفتار بودم در پاریس و در پاریس تظاهراتی نیز بود و غیره. این که شما فرمودید که اعلام کردید و من باعث میمادم، من اطاعت کردم و خوشحالم که در خدمتون بودم و خدمت هموطنان نازنین و مهربانم بودم که دیدم زیر باران از همه دستجات و گروه های مختلف ایرانی حضور داشتن. این یک پیروزی بزرگی بود، همینی که واقعا چپ و راست امروز با هم جمع شده بودن. این خیلی پیروزی بزرگ بود که من به شما شاد باش میگم و درود میفرستم به همه عزیزانی که مهربان یارانی که اومدن اینجا با فرهیختگی و شجاعت و گستاخی در روبروی سفارت جمهوری اسلامی، سفارت اشغال شده همونطور که گفته میشه، این روز بزرگی رو که واقعا ما حداقل کارش که میتونیم بکنیم. این بچه‌ها در زندان شکنجه شدن، کشته شدن. عزت الله ابراهیم نژاد یادمون نره کشته شد، مهندس حشمت تبرزدی رهبر این جنبش که از 10-12 سال پیش کار رو شروع کرد در زندان باطبی عزیز و نازنین که به عنوان قهرمان سال شناخته شده در زندان محمدی‌های عزیز و دوستان بسیار دیگه ای که واقعا در این سالها عاشقانه و جانفشانه مبارزه کردن. الان من
و خود شما خیلی بهتر میدونید که خانواده های اینا در داخل ایران چه مشکلاتی دارن، چه ناراحتی هایی دارن، محمدی های عزیز و غیره. اینه که ما حداقل کاری بود که میتونستیم بکنیم در اینجا حاضر باشیم و از فرهنگ و تاریخ کهنسال خودمون صحبت بکنیم و یادآوری بکنیم که ما از تاریخ دور میایم. این تاریخ دور ما مهر بوده، مهربانی بوده، عشق بوده، نیکی بوده، نیکی در پندار بوده، گفتار بوده و کردار، و این رو ما بتونیم در ایران مستقرش بکنیم که آزادی رو نیز با هم داشته باشه، در نیکی در گفتار، پندار و کردار و آزادی، برابری، برادری رو بتونیم به سرزمین بیاریم. نه اینکه زندانیا رو آزاد بکنیم، ایران رو آزاد بکنیم از این نظام پوسیده ولایت فقیه. تشکر میکنم از شما، از راه دور اومدید، در خدمتتون هستیم فعلا. با اجازه من یک شخص دیگه معرفی میکنم، آقای محسن زارزاده که یکی از دانشجویان ماست، از ایران تازه از ایران اومدن و یکی از اعضای مهم سازمان هستن و در ایران فعالیت های داشتن و تمام اعضای سازمان ایشون را میشناسن و افراد زیادی را کمک کردن که تونستن از ایران فرار کنن در داخل ایران و مسئولیت بزرگی داشتن که در برای شما میگه. خواهش میکنم، تقدیم میکنم از خدمت که من هم باز امروز خوب تشکر میکنم از همه شماها آقای بصری، جناب علی و همه مردمی که تشریف آوردن اینجا، هم صدا، هم نفس، یک دست، یک رنگ، این که دلشون بود گفتن و امیدوارم که مصنصمه واقع بشه با امید خدا و این نسل این آخونده هر چیز زودتر کنده بشه و همه ما با سربلندی برگردیم به میهن عزیزمون. من هم خب تو این وقتی که تو ایران بودم فعالیتی داشتم، بالاخره به هر طریقی لو رفت و حالا بماند که در جریان و مطبوعات خودمون در سازمان انعکاس داده شده. اومدیم اینجا و گفتم که شاید بتونم و میتونم با امید خدا اینجا اگر با حمایت دوستان جناب بفری و بقیه دوستان بتونیم کاری بکنیم، حرکاتی انجام بدیم، مصنصمه واقع بشه برای آزادی ایران، برای خاکمون. امیدوارم که قابل باشم و بتونم در این سازمان و با بقیه دوستان ادامه مسیر بدم. دیگه سوال خاصی ندارم، ممنون، مرسی. باز من از تلویزیون مهر، مسئول تلویزیون مهر آقای اوستا تشکر میکنم که نماینده خودشون رو فرستادن و از اینجا از ما حرفایی که درد دل داشتیم ما بیان کردیم و مسائلی که در اینجا گذشت امروز به روی صحنه آورد و ما بازم از ایشون تشکر میکنیم و من میخوام که در این صحنه هایی که امروز صحنه های قشنگی در تظاهرات بود در تلویزیون خودشون به معرض نمایش دارن که دانشجویان عزیز در ایران، مبارزان عزیز بدونن که ما هم در خارج از کشور آنها را حمایت میکنیم و آنها دلگرم بشن و بدونن که بله ما ایشون رو فراموش نکردیم و تا پایان تا روز رسیدن به آزادی در حمایت از اینها دست بر نخواهیم داد و زنده باد آزادی، مرگ بر جمهوری اسلامی و دار دسته ملاها. متشکرم از شما.